با درود به شما دوستان عزیز، همانطور که میدانید یکی از موضوعات نسبتاً پیچیده زیست‌شناسی همانندسازی DNA است. ما در این ویدیو با انیمیشن های بسیار زیبا مرحله به مرحله موضوع را طوری به شما یاد میدهیم که شما در پایان ویدیو اذعان بفرمایید که همانندسازی DNA یکی از شیرین ترین مباحث زیست‌شناسی است، به شرط اینکه لایک، کامنت و سابسکرایب ویدیو را فراموش نکرده باشید. تا پایان ویدیو با ما باشید. ساختار نوکلئیک اسید ها. نوکلئیک اسید ها به دو دسته تقسیم می شوند. DNA یا دئوکسیریبونوکلئیک اسید که در دنیای زنده به شکل رشته‌ای و حلقوی دیده می شوند. RNA ها یا ریبونوکلئیک اسید که به سه صورت mRNA، tRNA و rRNA وجود دارند. این پلیمرها از واحدهایی به نام نوکلئوتیدها ساخته شدند. هر واحد از سه جزء به نامهای باز عالی، قند پنج کربونه و گروههای فسفات تشکیل شدند. در این واحدها پنج نوع باز عالی به کار رفته است. دو باز عالی به نام آدنین و گوانین که دو حلقه‌ای هستند و به آنها پوریم میگویند. و سه باز عالی به نامهای سیتوزین، تیمین و یوراسیل که تک حلقه‌ای هستند، پیریمیدین خوانده می‌شوند. چه از این تک حلقه‌ای‌ها یوراسیل مخصوص آرنی و تیمین مخصوص DNA است. مقایسه مولکول DNA و آرنی. مولکول‌های DNA دورشتی و نردبانی شکلند و به حول محور فرضی پیچ خوردند. اما مولکول‌های آرنی تک رشته‌ای هستند. DNA ها در هسته سلول های یوکاریوت به همراه پروتئین های هیستونی قرار دارند، ولی RNA ها هم در هسته و هم در سیتوپلاس وجود دارند. قند هر دو پنتوز است، اما قند DNA دئوکسیریبوز، ولی قند RNA ریبوز است. اما بازهای عالی تشکیل دهنده DNA عبارتند از آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. در صورتی که در آرنه ها آدنین، گوانین، سیتوزین و یوراسیل دیده می شود. یعنی در آرنه ها باز عالی تیمین دیده نمی شود. تفاوت بین قند ریبوز و دئوکسیریبوز. این قند ها پنج کربونه یا پنتوز هستند. اما طور که می بینید ساختار پنج ضلعی دارند. در رأس یکی از لایه آن اتم اکسیژن وجود دارد. از بالا که اتم اکسیژن قرار دارد، در جهت عقربه های ساعت کربن ها را شماره گذاری می کنند. کربن های یک پریم، دو پریم، سه پریم، چهار پریم و پنج پریم که خارج از حلقه قرار دارد و به گروه های فسفات نوکلئوتید بس می شود. در ریبوز به کربن شماره دو پریم یک گروه هیدروکسیل وصل است. در صورتی که در قند دئوکسیریبوز به جای هیدروکسیل یک اتم هیدروژن قرار دارد. تنها تفاوتشون همین است. واحدهای سازنده نوکلئیک اسیدها. نوکلئیک اسیدها از واحدهایی به نام نوکلئوتید ساخته شدند. هر نوکلئوتید از سه جز تشکیل شده: باز عالی، قند پنج کربونه یا پنتوز و گروه های فسفات. در تصاویر زیر شما دو نوع نوکلئوتید می‌بینید که شبیه هم هستند، اما اگر دقت کرده باشید قند آنها با هم فرق دارد. قند نوکلئوتید بالایی دئوکسیریبوز است، ولی قند نوکلئوتید پایینی ریبوز است. نوکلئوتید پایینی همان ATP یا آدنوزین تریفوسفات هست. این نوع نوکلئوتیدها در RNA ها به کار می رود. بنابراین علاوه بر بازهای عالی تشکیل دهنده، ممکن است نوع قند نوکلئوتیدها هم با هم فرق داشته باشد. در نوکلئوتیدهای آزاد داخل سلول سه گروه فسفات وجود دارد. از سمت قند به ترتیب آلفا، بتا و گاما نامگذاری شدند. که هنگام قرار گرفتن در ساختار پلی نوکلئوتید دو گروه بتا و گاما ازش جدا می شوند. اما بریم ببینیم این واحدها چگونه به پلی نوکلئوتیدها افزوده می شوند.
هنگامی که یک نوکلئوتید جدید به سمت پلی‌نوکلئوتید می آید، دو گروه فسفات از قند پلی‌نوکلئوتید جدا می شود و گروه باقی مانده یعنی آلفا با کربن سپریم قند نوکلئوتید جدید پیوند کووالانسی تشکیل می دهد و به این ترتیب بین دو نوکلئوتید پیوند فسفودیستر تشکیل می شود. ساختار مولکول دی ان ای. برای تشکیل مولکول دی ان ای باید نوکلئوتیدهای مکمل روبروی هم قرار بگیرند. در اینجا باید دو نوع پیوند تشکیل شود. یکی پیوند کووالانسی یا فسفودیستر بین نوکلئوتیدهای مجاور و دیگری پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل یا جفت بازها. یکی از این جفت بازها آدنین تیمین است که بینشان دو پیوند هیدروژنی برقرار می شود و دیگری جفت باز گوانین سیتوزین است که بین آنها سه پیوند هیدروژنی برقرار می شود. اما باید به این نکته توجه کرد که پلی‌نوکلئوتیدهای مولکول‌های نردبانی شکل در جهت عکس هم پیوندهای کووالانسی یا فسفودیستر تشکیل می دهند و دو رشته در جهت مخالف هم قرار می گیرد. اگر در یک طرف رشته کربن سپریم قرار دارد، در انتهای همان رشته کربن پنج پریم قرار خواهد داشت. اما بریم سراغ اصلی ترین قسمت مبحث، یعنی همانندسازی دی ان ای. می دانید که چرخه سلول دارای دو مرحله است. یکی مرحله انترفاز است که از پایان یک تقسیم شروع شده و تا آغاز تقسیم بعدی ادامه پیدا می کند و مرحله بعد تقسیم سلول است که شامل میتوز و سیتوکنز است. خود انترفاز به سه مرحله تقسیم می شود: G1، S و G2. همانندسازی DNA در مرحله S انترفاز از چرخه سلولی اتفاق می افتد. ابتدا پروتئین های هیستونی از مولکول DNA جدا می شود. سپس آنزیم توپوئیزومراز پیچش خود مولکول DNA را باز می کند. بلافاصله آنزیم های هلیکاز کار خود را شروع کرده و پیوند های هیدروژنی بین جفت بازها را میشکند و دو رشته دی ان ای از هم فاصله میگیرند و به این ترتیب حباب همانندسازی تشکیل می شود. این حباب ها به طور همزمان در نقاط مختلف دی ان ای تشکیل می شود. رشته های جدید توسط آنزیم دی ان ای پلیمراز 3 یا دنابسپراز 3 ساخته می شوند. یکی از این رشته هایی که پیشرو نام دارد در جهت حرکت هلیکاز ساخته می شود و رشته بعدی که رشته پیرو نام دارد به صورت قطعات اوکازاکی ساخته می شوند. توجه دارید که همانندسازی رشته های جدید از 5 پریم به سوی 3 پریم صورت می گیرد. سری بزنیم به کارخانه همانندسازی دی ان ای ببینیم اونجا چه خبر است. ابتدا از رشته پیشرو شروع میکنیم. همانطور که میبینید آنزیم های توپوئیزومراز پیچش دی ان ای را باز کرده و آن را صاف میکنند. به دنبال آن آنزیم هلیکاز پیوند هیدروژنی را میشکند تا دو رشته از هم فاصله بگیرند. محلی که دو رشته از هم فاصله میگیرد دوراهی همانندسازی یا چنگال همانندسازی نامیده می شود. به این ترتیب حباب همانندسازی تشکیل می شود. حال نوبت آنزیم پرایماز هست که با چیدن چندین نوکلئوتید قطعی به نام پرایمر می سازد که اینجا محل شروع کار آنزیم دی ان ای پلیمراز 3 است. آنزیم دی ان ای پلیمراز 3 وارد عمل شده و نوکلئوتیدهای آزاد را گرفته و بازهای عالی آنها روبروی بازهای عالی در رشته قدیمی قرار می‌دهد تا پیوندهای هیدروژنی بین جفت بازها و پیوند فسفودیستر بین نوکلئوتیدها ایجاد شود. همینطور که آنزیم توپوئیزومراز و به دنبال آن هلیکاز پیش می‌رود، پشت سر آنها رشته پیشرو از 5 پریم به سوی 3 پریم ساخته می‌شود. اما رشته پیرو چگونه ساخته می شود؟ رشته پیرو در جهت مخالف رشته پیشرو ساخته می شود. به این صورت که در چندین نقطه
آنزیم های پرایماز در جهت مخالف حرکت آنزیم های هلیکاز قطعاتی به نام پرایمر می سازند. سپس آنزیم های دی ان ای پلیمراز 3 وارد عمل شده و ساخت قطعات اوکازاکی را شروع می کنند. سپس آنزیم های پلیمراز 3 کنار رفته و آنزیم های دیگری به نام اگزونوکلئاز وارد عمل می شوند. این آنزیم ها نوکلئوتید های قطعات پرایمر را می کنند و به جای آنها نوکلئوتید های صحیح دی ان ای قرار می دهند. به این ترتیب قطعه هایی هم در این نقاط ساخته می شود. در پایان آنزیم های اگزونوکلئاز کنار می روند. نوبت می رسد به آنزیم دیگری به نام لیگاز. آنزیم لیگاز این قطعات را به هم وصل می کند تا فرایند ساخت دی ان ای کامل شود. به این ترتیب رشته پیرو هم از سمت 5 پریم به سوی 3 پریم ساخته می شود. این عمل در نقاط مختلف مولکول دی ان ای به طور همزمان اتفاق می افتد تا همانندسازی مولکول دی ان ای در مدت کوتاهی انجام شود. خب دوستان عزیزم، درس این جلسه هم در اینجا به پایان رسید. باز هم ویدیو رو ببینید و با نگه داشتن ویدیو نکات مهم ما آن را یادداشت کنید. لایک و کامنت ویدیوهای سوا چنل وان را فراموش نفرمایید. پاینده باشید. در پناه حق. به درود تا درس بعدی.